فازشون چیه واقعا؟ من خیلی دردم میگیره. ببین من به عنوان استریمر یکی از علتایی که استریم نمیدم به خاطر اینه که هر دفعه میام استریمو وا میکنم نگاه میکنم میبینم هیچ کدوم از استریمرای ایرانی سرشون تو با خودشون نیست. سلام، چاکرم، نوکرم، من ایکس میرادم، امیدوارم مالتون خوب باشه. به اخبار یوتیوب فارسی خوش اومدید. خیلی ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردید. دم مرامتون گرم. میریم سراغ اخبار و اتفاقات و ماجراها و حتی دراماهایی که در 24 ساعت گذشته یا حتی هفته قبل توی یوتیوب فارسی رخ داده رو براتون میگم، پس تا انتها همراه من بمونید. اولین خبر و اولین ماجرایی که میخوام راجبش صحبت کنم، خلاصه تو به فارسی توی این هفته این شده. مکدونالد. واقعا عجیبه واسم که اینقدر راجب مکدونالد ویدیو ساختن یوتیوبرها و واسم یه جورای غیر قابل باور بود که همه یوتیوبرها با هم دیگه راجب مکدونالد ویدیو ساختن. حالا چند تا از یوتیوبرها توی راجب مکدونالد ویدیو ساختن توی هفته؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو ببینم شما میدونید یا چه. نه، میریم سراغ اخبار و اتفاقات مهمتر. بچه ها، اولی خبری که من میخوام بهتون نشون بدم راجبه سوگنگ و پوتک، که سوگنگ و پوتک با هم دیگه بعد از یک مدت طولانی ویدیوی مشترک دادم و خیلی خیلی از این اتفاق من به شخص خوشحالم، چون این ویدیوهای مشترک یوتیوبرهای مختلف با هم دیگه واقعا خیلی حس خوبی داره. من خیلی منتظر اینم که سوگنگ و آریو کیوکسر با هم ویدیو بدن، خیلی منتظر اینم واقعا. و این هم ویدیویی که داخل کانال پوتک منتشر شده، ببخشید از کات خارج شدم، این هم ویدیویی که در کانال سوگنگ پخش شده و الان چقدر دوتاشون ویو دارم اینم میتونید تو کامنت ها بگید یا که نه. البته بچه ها، من دیروز یه تیکه از ویدیو رو داخل کلیپ هم گذاشتم، از همین کلیپ سوگنگ و پوتک، که یه جا آقای سوگنگ میگه پوتی پدرسک، نظرت میخوام حرف رو میزنم، کرده منظورش با یه نفر دیگه بود، یعنی با رئیس جمهور یه جای دیگه بود، که همین حرفش من یه عده فکر کردم با پوتک بوده و وقتی که اون میمی که صورت پوتک بعد از اون حرف سوگنگ یه جوری در هم ریخته میشه میگن ناراحت شده پوتک، با اینکه اینجوری نبود. حالا یه عده هم اشتباه متوجه شدن که من انگاری خودم منم اشتباه متوجه شدم، نه یه عده واقعا اینجوری فکر کرده بودن و نوشته بودن تو کامنت ها، خودتون میتونید برید نگاه کنید. استوری بعدی از ایران پارودیه که دارید اینجا میبینینش، ایران رو سه نفره که نوشه میسپارم به دو تا شخص، سه نفر نوشه هاربرگر یا همبرگر، که اینجا 100% تیکه به همون آشمای زنبرگی، اون اتفاقات و اون دراماهایی که در ویدیوهای قبلی بهشون من رسیده بودم، راجبشون صحبت کرده بودم و اگه زنگوله رو فعال کرده باشید راجب شما هم میدونید و میدونید که چه خبر و داستان چیه. جوجو یک استوری گذاشت، استوری قابل تأمل که باید ببینیم چه ماجرایی رخ داده. بخونیم استوریشو با هم دیگه بشه. بچه‌ها خیلی توی دایرکت ازم میپرسید ترید رو چجوری شروع کنیم. ترید کردن یکی از سخت‌ترین و استرس‌زاترین شغلای دنیاست. نه من نه هیچ کسی که نمیتونه راه درست رو بهتون نشون بده. فقط از طریق تجربه کردن و آموزش دیدن میتونید تریدر بشید. حداقل یک سال برای ترید کردن باید وقت بذارید. بسیاری به خودتون داره. چیزی که من توی بازار فهمیدم اینه که 90% استادایی که پکیج میفروشن مسیری که خودشون باهاش به سود رسیدن رو به شما نمیگن یا اصلا تریدر نیستن و با پکیج فروختن درآمدزایی میکنن. خلاصه که باید خودتون مارکت رو بعد از آموزش تجربه کنید و استراتژی خودتون رو پیدا کنید، که این هم صحبتیه که جوجو راجع به این قضیه گفته که راجع به تریدر رو اینجور حرف واست، که البته یه شغلیه و من هم خودم به شخصه راجع بهش هیچ چیز خاصی تجربه خاصی ندارم، ولی به هر حال اگه شما دارید تو کامنت ها بگید. بچه رپ تاپ 10 کانالش، یعنی اون کسی که اصلا مجموعه شون به آهنگ حله از توهی حسین تتلو و پیشرو واکنش نشون دادن، ریاکشن رفتن، که ریاکشن به این موزیک تو یوتیوب انقدر زیاد بوده، انقدر یعنی شما یه حله بزنید نزدیک 300-400 تا ویدیو ریاکشنی به این آهنگ فقط میاد، که واسه من عجیبه کی میخواد همه ریاکشن رو نگاه کنه، ولی به هر حال بازم جالبن. دم کانال ریاکشن گرم. و اینجا هم بازم دارید میبینید بچه‌ها لپتاپتون رو بتون نشون دادم، کوکتل تیوی هم ریاکشن رفته به این موزیک و خود کوکتل تیوی هم یکی از معروف‌ترین کانال‌هاییه که در حوزه رپ داره فعالیت میکنه، با سابسکرایبرهای خیلی بالا، حتی با رپرهای مختلف هم در ارتباطه. حتی کوکتل تیوی یه جا دیگه یه نفر واسه شمشه با فدایی در تماسی نیست یه مصاحبه یه چیزی بگیری، نظرت میخوانه بشه در پیامیم درخواستم دادم، فعلا برنامه برای مصاحبه ندارن، که آقای کوکتل تیوی رو نوشته گفتم شاید واسه یه عده جالب باشه چون کوکتل تیوی رپره. و یکی دیگه از حاشیه‌ای که واسه کوکتل تیوی وجود اومد اینجا بود که نوشت قوی ترین پانچ لاین حله، دوست دارم ضعیف ترینش هم بگی، نوشته بدترین اون بود که توهی میگفت تیزی میزی میره یه جا و
پانج لایم خوبم نداشت، اگه داشت آدم میموند، ولی چیزی آدم نمونده. روک که این حرفو که زد، یه سری حاشیه‌ها به وجود اومد که گفتن چرا همچین حرفی زدی آقای کوکتل تیوی اینا. گفتم من روک حرفمو زدم دیگه، راستشو گفتم که ترک حله به نظر شما بچه آیا واقعا قوی بود یا قوی نبود؟ حتما تو کامنت ها به هم بگید. میریم سراغ پوچک. اینجا پوچک که با سوگنگ ویدیو گذاشته توی استوری گذاشتش و خب در چند قبلا بهتون گفتم با هم دیگه ویدیو مشترک دادن، ولی خب به هر حال جالبه گفتم باز هم باشه. فرهاد ایکس رای با کیا روکنی قراره فکر کنم یه ویدیو به درات مشخص نیست، ولی خب در کنار هم بودن. اینم استوریو فرهاد ایکس رای که نمیدونم قراره با کیا روکنی ویدیو بگیره ویدیو نگیره، و امیدوارم که ویدیو بگیرن، چون مثلا این فضا هرچی بزرگتر بشه با افراد دیگه، حتی واینر های یوتیوب اینستاگرامم آدم بخواد ویدیو بگیره، فضا یوتیوب بزرگتر میشه. امیدوارم هر روز به امید بزرگتر شدن یوتیوب فارسی. چون که علی بروک زیاد خبر خاصی این روزا ازش نیست، خواستم ویدیو جدیدش رو به عنوان ویدیو معرفی این امروز در این ویدیو واسه شما بذارم که در کانال دومش منتشر شده، و اینم استوری خودشه که دارید تماشا میکنید. میریم سراغ خبر بعدی و ماجرای بعدی. اینجا داریم توییت آقای اورکا رو مشاهده میکنیم که یک اتفاق و یک دستاورد خوب واسش رخ داده، و دستاوردش اینه که نوشته باعث افتخاره که اعلام کنم من به عنوان هد آف کامیونیتی به خانواده‌ای که اینجا حالا نوشته شده، من نمیگمش ممکنه درست تلفظش نکنم، پیوستم و قرار در کنار همه کارهای خفن دیگه که داریم انجام میدیم این پروژه هم ببریم جلو و بهتر کنیم. خبرهای بیشتر بهتون در هفته های آینده میدم، و اینم صحبتیه که آقای اورکا در این رابطه کرده و امیدوارم ایشون هم موفق باشه. بچه بیگ اسموگ این روزا حاشیه‌های زیادی داشت که بهتونم گفتم تو ویدیو قبلی هم کلیپاشو واسهتون گذاشتم. حالا اینجا حاشیه‌ای که واسه بیگ اسموگ پیش اومده، حاشیه نیست، البته ویدیو جدید داده دیگه، داره ویدیوشو چالشی میکنه، ولاگ مانند میکنه، همون سبکی که همه یوتیوبر دارن انجام میدن، همون چالش مکدونالدی که همه دارن انجام میدن، البته مکدونالد انجام نداده چون تو ایرانه، و ویدیو بیگ اسموگ رو حتما تماشا کنید. از اون طرف آقای کیوکسر، آریا کیوکسر، با این ویدیویی که اینجا دارید مشاهده میکنید یک کلیپ باحال داده، خب که میره وسط خیابون و مردم برای توپ میندازن داخل تور بسکتبال، اینم جالبه در نوبه خودش. این ویدیو رو هم بهتون پیشنهاد میکنم، میدونم که خیلیاتون دیدینش ولی خب شاید یه دیده نیده باشینش. از یه طرف دیگه آقا بچه فرهاد ایکس ری، تو خبر مهم امروز از فرهاد ایکس ری دارم، صبر کنید اون رومی هم بهتون میگم. اولیش اینه که آقا ایشون هم داره ویدیوهای چالشی باری انجام میده، رفته اتاق فرار و خیلی در نوبه خودش این حرکت بوله، دمش گرمه، واقعا دمش گرمه، همه یوتیوبرها دمشون گرمه، این روزا دارن ویدیوهای چالشی بال عجیب غریبی میدن، خود من به شخصی که برگام ریخته. علی رکسا بعد از اینکه چند مثلا سکوت کرده بود و اینا، امروز درخواست رفع فیلترینگ توییچ رو گذاشت استوریش بالاخره، و امیدوارم همه بذارن. بابا کانتنت کریتور چرا همه نمیذارید؟ خدا وکیلی همتون بذارید دیگه. اینجا هم گذاشته آقای علی رکسا من نوشته کارزار جمع امضا برای رفع فیلترینگ توییچ امضا، و اینم صحبتی که علی رکسا کرده، و امیدوارم که فیلترینگ توییچ رفع بشه، خیلی ناراحت شدم از این بابت. میریم سراغ خبر بعدی که بچه اینجا من میخوام بهتون بگم راجب سام صابری که اینجا هم دارید تماشاش میکنه میشه چقدر برای این ویدیو ذوق دارم و واقعا براش خیلی زحمت کشیدیم. تنها خواهشی که ازتون دارم به اشتراک گذاشتن این ویدیو ساعت 9 منتظر این بمب باشید. شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید فکر کنم منتشر شده، شاید هم نشده باشه، شاید قبل 9 این ویدیو من بیاد، و ویدیوش اولش یه جوری شروع میشه مهارت کالاف و پابجی و اینا داره، ولی به هر حال ویدیو باحالیه، بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو هم تماشا کنید. اینجا داریم آریا کوکسر رو میبینیم که داخل همین ویدیویی که گفتم میخواد توپ بسکتبال رو میندازه به مردم میگه و اینجور چیزا، داخل این کلیپ آقای آریا کوکسر در آخرش یه خبری رو با خودش داره که پنهانه، میگه که سر صحنه فیلمبرداری پارسالی با آی سی ویروس مهدی آی سی هم نمیدونم فکر کنم دو نفر قرار با هم فیت بدن، یا اینکه کلا موزیک ویدیوی که حالا مهدی هم داخلش حضور داره نمیدونم، ولی موزیک ویدیوی خفنی از پارسالی توی راهه که اینجا داریم میبینیمش، و آریا کوکسر از این خبر یه جورایی نشون داد. نیکان یک استوری گذاشته و گفته به زودی بهتون راجع به آینده کاریم روی یوتیوب توضیح میدم، بچه‌ها یکم زمان بدید دست پر میام دیگه چیزی نمونده، و اینم صحبتیه که نیکان کرد و امیدوارم که راجع به رپتاپ تن دیگه امیدوارم که موفق باشه. این استوری پارسالی ببینید، پارسالی پرو که ببینید در چند دقیقه جلوتر کامل‌تر راجعش توضیح میدم، رفتن داخل قبرستون و یه ویدیو باحال و جالب از آریا کوکسر بهتون توضیح میدم ویدیوش چیه، سب داشته باشید. یه نفر برای کوکتل تی وی نوشته همچین کلوف نیستی که اینجوری راجع به نسل یک نظر میدی، بعد برای رفیقات فلان کنی بخواب فلان، همه رسانه ها جهت دارن. نوشته احترام واجبه، اما اینکه فکر کنی چون یکی نسل یک بوده پس دستشویی هم میره ازش تراخوره میشه اون حماقته.
حسام استپس شون آسفالت سینا نرگال و غیره خیلی های دیگه هم نصیحه هستن، ولی آیا کارشون خیلی خفنه؟ این در رابطه با همون استوری که چند دقیقه بهتون گفتم که اگه ویدیو رو کامل گوش کرده باشید میفهمید من منظورم چیه. خب بچه ها میریم سراغ خبر بعدی. اتفاق و ماجرای بعدی که میخوام بهتون بگم، فرشاد سایلنت قراره یه ویدیو پرانک، ویدیو دوربین مخفی بال بسازه که لپتاپش انگاری از دستش میفته. خیلی جالب اینجا تماشاش کنید. واقعا کانتنت یوتیوبر داره خیلی پیشرفت کنه. منم به امید خدا بچه زودتر بشیم 10,000 نفره کانتنت های جدیدی رو تو یوتیوب میخوام بیارم که امیدوارم حمایت کنید که این اتفاق زودتر بیفته. قضیه کیوکسر که بچه ها بهتون گفتم اینه، نگاه کنید میشه. البته امشب میرن داخل قبرستون اونجا بازی ترسناک انجام میدن، خیلی ایده بال و خفنیه. از این طرف دیگه جیدالی استوری گذاشت با یه خانومیه که خیلی ها گفتن این استوری که با این خانوم گذاشته دوست دختر جدید جیداله، که خب نمیدونیم البته زندگی شخصی کسی هم نباید دخالت کنه، ولی یه عده گفتن، ولی به هر حال هم گفتم تو این خبرها باشه، چهره خانوم رو خفه میکنم. درسته که تو استوری خودش گذاشته و توی حالت پابلیک گذاشته، ولی به هر حال اینجوری بهتره. میریم سراغ خبر بعدی از کوثر عزیزی که این روزها اصلا با آریا کوکسر زیاد استوری نمیذاره، نمیدونم واسه منم عجیبه، که نوشته اردشیر داغانی نوع تیر در پارک قلم نیشابور روبوده شد. در صورت داشته نشونی از به این شماره پیام بدید. این اتفاق از پیج شاهین صمدپور و خانم کوثر عزیزی در رابطه با حمایت از این اتفاق اینو گذاشته استوری. البته بچه‌ها یه چیزی راجع به تامنیل ویدیو بهتون بگم که کوثر عزیزی و آریا کوکسر رو گذاشتم نمیشه هم جدا شدن. این اتفاق و این ماجرا رو بعضیا شایع کردن، الان بهش میرسیم در آینده. بمونید اینجا و بهتون میگم قضیه‌اش چیه. لایک سابسکرایب کامنت زنگوله یادتون نره. و پرشین روس از ویدیوی جدید سام صابری که گفتم اولش مثل پابجو کلاف شروع میشه حمایت کرده و اینا در نوبه خودش جالبه و گذاشتش توی استوری اینستاگرامش. از یه طرف دیگه سام صابری یا همون ایکس ری تیم قراره که بازی رونمایی از بازی هومیز با همراهی تیم ایکس ری تیم انجام بشه و این خیلی جالبه که تیم ایکس ری تیم داره انقدر پخش و پلا میشه ما بین رسانه‌های بزرگ، بازی‌های بزرگ، جاهای بزرگ مثل بازار و فلان و بیسار و اینا، که اینم در نوبه خودش جالبه. خلصه قراره که چند روز دیگه فکر کنم، دقیقا نمیدونم کیه، ولی 20 جولای بچه ببخشید، قراره که داخل دبی کنسرت بذاره و امیدوارم که خبر جالبی بود. نمیدونم دارم چی میگم. میریم سراغ خبر بعدی بچه ها. خبر بعدی راجبه آقای رادیو اکتیو زونه، کانال رادیو اکتیو زون، که اینم خب تو یوتیوب و رپی قضیهش، یعنی کلا موضوعش و ترک حله رو هم واکنش رفته که این هم این کار رو انجام داده. دمشون گرم، دم همشون گرم. کانتنت کریتورها کلن همشون خیلی قابل احترام هم واسه من. و ترند فارسی بچه قراره دوباره بترکونه با یه ویدیوی خفن، دیگه داره 200,000 تایی میشه. ترکون واقعا اون هدفش که میخواست رسید و حتی خارجی ها هم میشناسنش. این نکته جالبش اینجاست. ترند فارسی نوشته قسمت بعدی بمب. امروز رفتم همه یه لوازم مربوط بهش رو خریدم که امیدوارم یه ویدیوی جالب واسه ما درست کنه. و آقای کوکتل تیوی قراره که با تهم یک مصاحبه داشته باشه امشب ساعت 9 اون ویدیو رو هم از دست ندید. جالبه در نوبه خودش که باید ببینیم کلن چه اتفاقاتی میوفه در یوتیوب فارسی، چه ماجرایی رخ میده. بچه ها واسه اینکه این ویدیو تایمش یه مقدار طولانی بشه و حمایت از من در ادامه ویدیو چند تا خبر آرشیوی رو میذارم واسه کسایی که ندیدن، عاشق همتونم، لطفاً خواهش می‌کنم این خبرها رو هم ببینید، آرشیویان واسه حمایت از من. اگه واقعاً ایکس امفنی واقعی هستید بریم ببینیم. در اینجا صحبت‌های استریمرها رو می‌شنویم، حتی آرمین شد در رابطه با ویو فیک و استریمرها که در نوبه خودش جالبه، اون حتما بشنویدش. فازشون چیه واقعا؟ من خیلی دردم میگیره. ببین من به عنوان استریمر یکی از علتایی که استریم نمیدم به خاطر اینه که هر دفعه میام استریمو وا میکنم، نگاه میکنم، میبینم هیچ کدوم از استریمرای ایرانی سرشون تو باسن خودشون نیست، همشون در مورد همدیگه حرف میزنن. داداش بذار کنار کانت. آره تو وقتی یه جای کارت بوداره ما راجبت حرف میزنیم، به خاطر اینکه اینجا یه کامیونیتی که همه داریم سالم کنار همدیگه کار میکنیم. وقتی یه نفر میاد کار کیری انجام میده باید راجبش حرف بزنیم. تنتتو درست کن، کار خودتو انجام بده، بازی تو. من کاری ندارم. من قبل از فیلترینگ 300 تا 400 تا ویو میگرفتم، الان فیلتر شدم 100 تا 150 تا، نهایت خون خودم پاره کنم 200 تا ویو میگیرم. یه امر طبیعیه الان تو این کامیونیتی، امر طبیعیه. هستن کسایی که حتی از من بیشتر میگرفتن، الان من کمتر دارم ویو میگیرم. میفهمی چی میگم؟ ولی چیزی که هستش شما داری الان داری زرت و پرت اضافه میکنی و داری مغلطه میکنی به نظر من. خب اولین حرفی که زدی بی احترامی کردی به کامیونیتی ایرانی، الان هم هنوز داری به کامیونیتی ایرانی بی احترامی میکنی
کلن 2 دقیقه ببین 5 دقیقه صحبت کردی، تو این 5 دقیقه کل مملکت ایران و 90 میلیون نفر رو ریدی بهش رفت کن. این بازی شخمیه، این بازی شخمیه، با همین بازی شخمی من 80 کی ساب دارم. آره جال خیلی با 1000 ساب داری اصلا ربطی نداره. فازتون چی؟ ساید لاجیک بازی شد، ساید لاجیک 120,000 تا 120,000 تا ساب داره، چنلش هم وریفای، آخرش هم معلوم شد ویوهاش فیکه. به خاطر اینکه ربطی نداره، دارم میگم که بی صاحب بودن استریم فارسی، اینکه ایرانی ها فلانن اینا رو، آقا آدم اگه تخمشو داشته باشه میتونه انگلیسی همین حرفو برگرده بزنه یا برگرده به صورت آلمانی این حرفو بزنه، بعد ببینه بن میشه یا نه. بعد تو خودت میای نه دیگه آقا دارم صحبت میکنم، نه پر وسطش دیگه، بعد که بعدش نگی که من پریدم تو حرف تو، که بعدش اینو نگی. پس یه همچین شرایطی رو داریم ما. حالا تو ممکنه بگی من به یه ورمه میشینم استریم خودمو میکنم، واسه هم هیچی مهم نی. آقا من به یه ورم نیست، من صدا و سیما پشت سرمون چرت و پرت میگه، خیر یارو رو میگیرم از صدا و سیما برمیدارم میارم تو استریمم، میگم آقا غلط کردی راجع به این موضوع اینجوری صحبت میکنی، بر این اساس بر این اساس بر این اساس شما داری چرت و پرت میگی به ما. یارو میادش طرح صیانت و فلان میخواد بکنه، یعنی طراح و برمی... آقا وسط حرف من نپر، طراح طرح صیانت برمیدارم میارم اینجا، میگم آقا اینجا نمونه هایی از جاییه که طرح شما ایراد داره، پس داری چرت و پرت میگید. یارو میادش سایت بت تبلیغ میکنه، خیر یارو میگیری میگم آقا تو سایت بتی که داری تبلیغ میکنی داستان داره، ایراد داره، تو اگرم میخوای سایت بت تبلیغ بکنی و بری سراغ یه سایتی که حساب کتاب داره، نباید بیای یه سری جنگولک رو بیای تبلیغ کنی، نباید بیای واسه افراد زیر 18 سال این کارو بکنی، استریمت باید بالای 18 سال باشه. حالا اینا برای شما خب، یا حتی مثلا یارو میادش ویو فیک میزنه، ملت میان چیز میکنن خرکیف، ای ول این آدم خفن فلان، دونیتش میکنن، داره سر کلی آدم دیگه کلا میذاره، از طریق این قضیه اسپانسرشیپ پول مفت در بیاره، این ور رو اذیت کنه اون ور رو اذیت بکنه، و ته قضیه تو بردار چهار تا استف ایرانی بیار، من از سگ کمترم فرداش بیام حرف بزنم، چهار تا استف داشته باشیم کنترل کنه اینجا رو، تو برمیگردی میگی ایرانی ها همه فلانن، بیادش یه ماه بنت بکنه، از سگ کمترم من فرداش بیام راجع به یه نفر صحبت بکنم. من یه نکته بگم یه لحظه، شما عزیزان شماها مدعی این هستید که طرف فیک میزنه، اون مسئول نیست بیادش اثبات بکنه، اونی که اون موقعی که میومدن به علی بیگزموگ میگفتن که آقا تو 20k 23k سر 23k بود علی، من دارم درست میگم 23 و 700، 23 و 700ی که ویو سر چیز گرفتی، اتاق جدیدت گرفتی، کسی نمیمده بودش بگی که اونایی که میگفتن که مثلا تو ویوت فیکه اینا، من اون موقع هم گفتم آقا شما خودتون باید این قضیه رو اثبات بکنید، نباید یه حرفی رو بندازی زمین حالا بگی حالا بیا تو اثبات کن که اینطوری نیست. خب نمیتونی یه همچین کاری. در رابطه با خانم کوثر عزیزی و آریا کوکسر که روی تامنیل هم مشاهده کردید، خیلی ها گفتن که این دو نفر چند روزی که نه تو ویدیوهای همدیگه هستن، نه اینکه اصلا با همدیگه صحبتی میکنن، حتی توی استوری های اینستاگرام همدیگه هم نیستن. آره اینجوری بود واقعا، ولی دلیل بر این نیست که این دو نفر از هم جدا شدن. تامنیل ویدیو رو هم مبنی بر همین زدم که بعضی ها گفته بودن این دو نفر از هم جدا شدن، ولی اینطور نبوده. ببینید این استوری که میخوام الان بهتون نشون بدم و روی صفحه میاد، اسکرین شاتی از استوری خانم کوثر عزیزیه که با آریا کوکسر در حال راه رفتن در خیابونه. پس این که گفتن این دو نفر از هم جدا شدن شایعه بیش نبوده. بچه دمتون گرم، به اخبار گوش کردید، عاشق همتونم، خیلی دوستتون دارم، چاکرم، نوکرم، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار، زنگوله رسما بزن، خیلی دوستتون دارم، خدافظ.